رهبر حکیم و عالی قدرمون سالها پیش یادآوری کردن دشمن در صدد اندلوسی کردن ایرانه و ماجرا ماجرای عادی نیست. اونا تجربه دارن در این زمینه، رجا در اتاق فکرهای شیطانیشون جنبندی کردن که اگر ما بخوایم ملت ایران رو مهار کنیم، اگر بخوایم قدرت عظیم ملت ایران رو در ساخت فرهنگ نوین بشری مهار کنیم و اراده ملی ایرانیان رو بشکنیم، راهش اینه که اونها رو آلوده کنیم به بی‌بندوباری و بی‌عفتی و بی‌حیایی. میگه ایران اشتباه ردیابی کرده، ما در آب‌های بین‌المللی بودیم. معلوم میشه که این آقایون هم عقلشون ضعیفه هم جغرافیشون ضعیفه. علاوه بر این توجه ندارن که تنگه هرمز بخش ویژه متعلق به سرزمین ماست و گورستان همیشه متجاوزین بوده و خواهد بود. بعد هم گفتن که شاید بعدم میگه که میگه شایدم ما اشتباه کردیم. بله شما اشتباه کردید، این درسته، اشتباهتون هم هزینه بزرگی براتون داشت، قبلا هم از این اشتباه کرده بودید. مگه شما نبودید که ملوانهاتون اشتباه کردن و اون فضاحت و آبروریزی بزرگ رو برای شما در خاک سرزمین ما قبلا تجربه کرده بودن؟ خب دوباره اشتباه کردید، اون وقت از مرز دریایی اومدید، حالا از مرز هوایی. ظاهرا شما خواستید میزان حساسیت ملت ما رو و توانمندی‌های ما رو دوباره امتحان کنید. ما اهل مقاومت و بازدارندگی فعالیم، شروع نمی‌کنیم، اما اگر شروع کردید شما تمام کننده نیستید. اگر یکی بزنید حداقل یکی می‌خورید که خوردید، چه بسا سه تا بخورید. حواستون رو باید جمع بکنید. ملت ما و نیروهای مسلح عزیز ما اهل پنهانکاری نیستن، مثل شما رفتار نمی کنن. شما کلن کاراتون پنهانکاری و دزدکیه، هم دزد دریایی هستید، هم دزد هوایی هستید، هم دزد زمینی هستید، کاراتون مخفیانه است. اخیراً هم این نفتکش ها رو زدید، خرابکاری کردید تو منطقه، بعدم خودتون رو مخفی کردید. نه ما میدونیم شما کجا هستید. کشورهای مفلوک منطقه هم که چشم امیدشون متاسفانه به آمریکایی هاست، بفرمایید شما هم که دیدید دیگه، این سامانه های آمریکایی که شما براش میلیون ها دلار از پول نفت ملت های مسلمان میدید خرج میکنید، در برابر حتی پهپادهای یمنی هم نتونستن مقاومت کنن. خب بابا بیاید از ما بخرید، چرا از اونا میخرید؟ ارزونتر هم باهاتون حساب میکنیم، لااقل ایرانیشو بخرید، کنار ما باشید. تا کی میخواید به این حماقت خودتون ادامه بدید؟